سلام و درود میگم خدمت همه دوستان و همراهان همیشگی ما به یکی دیگه از برنامه های خاطرات قتل خوش اومدید در این برنامه به اسرار قتل پسر گم شده در کرمان که ماجرای قتل شوکه کننده بود میپردازیم پرونده قتلی که در سال 1367 و در کرمان اتفاق افتاد خاطر نشان میکنم تمامی مطالب این برنامه حقایق و شواهدیه که در وسط و کاراگاهان این پرونده نقل شده و به احترام بازماندگان این قتل هیچ دخل و تصرفی در مطلب صورت نگرفته. هستر دومه برای بررسی این پرونده با ما همراه باشید. یکی از روزای پاییز سال 1367 بود. در آن زمان تو تیم تجسس یکی از پاسگاه های کرمان خدمت می اون موقع شهرها هنوز اینجوری توسعه پیدا نکرده بودن و همه چیز حتی جرائم شکلی سنتی داشتن. خوب یادمه که اون روز داخل اتاقم بودم و سرگرم مرتب کردن یکی از پرونده ها که قرار بود به دادگاه ارسال بشه. هنوز ظهر نشده بود که متوجه سر و صدایی شدم که از بیرون و از داخل راهرو به گوش می رسید. خودم رو به راهرو رسوندم. زن میانسالی بود که با صدای بلند از مامورا میخواست پسرش رو پیدا کنن. زن ناراحت و نگران بود. مدام فریاد میزد و میگفت که پسرش گم شده. سراغش رفتم. از اون خواستم یک کمی آروم باشه و علت حضورش رو در اونجا بگه. زن میان سال سکوت کرد و کمی که آروم تر شد شروع به صحبت کرد و گفت پسرم مهدی گم شده. چند روزه که خبری از اون ندارم. نگران شما میترسم براش اتفاقی افتاده باشه. به دادم برسید. حتما بلایی سرش اومده. شما را به خدا هرچه زودتر اونو پیداش کنید. طبق گفته های زن میان سال چند روز از ناپدید شدن پسر سی سالش میگذشت. وقتی از اون پرسیدم که چرا انقدر دیر به پاسگاه اومدی؟ جواب داد که بارها اتفاق افتاده بود که پسرش مهدی یکی دو شب به خونه نیومده بود و شب رو پیش دوستاش مونده بود. برای همین در ابتدا تصور کرده که بازم پیش یکی از دوستاشه. اما وقتی غیبت اون از یکی دو روز گذشته نگران شده و حتی با دوستای پسرش هم تماس گرفته بود اما کسی مهدی رو ندیده بود به گفته این زن اقوام و آشناهاش هم از پسرش خبر نداشتن و انگار مهدی تبدیل به یک قطره آب شده و رفته بود توی زمین مشخصات مهدی رو گرفتم اونطور که در همون تحقیقات اولیه مشخص شد اون تو کار خرید و فروش مواد مخدر بود در حقیقت مهدی یک خورده فروش بود که جنس را از قاچاقچیان می خرید و به دست مصرف کننده می رسند. وقتی این حقیقت فاش شد، فرضیه های متعددی پیش رومون قرار گرفت. این احتمال وجود داشت که اون به جرم حمل مواد مخدر دستگیر شده باشه. به همین دلیل مشخصات مهدی رو از تمامی پاسگاه ها استعلام کردم. اما تو اون روزا هیچ فردی با مشخصات اون بازداشت نشده بود. حتی وقتی سراغ بیمارستان ها هم رفتیم سررخی از اون به دست نیوردیم. از اونجایی که پسر جوان تو کار خرید و فروش مواد بود این احتمالا وجود داشت که به همراه هم دستاش برای خرید مواد به شهرهای مرزی رفته باشه. فرضیه دیگه ای که مطرح شد انتقام گیری بود. اینکه شاید به خاطر معامله مواد با قاچاقچیا به اختلاف خورده و همین باعث شده که قربانی انتقامجویی بشه. به هر حال تمام فرضیه ها و احتمالات ناپدید شدن مهدی مورد بررسی قرار گرفت و از اونجا که سرنوشت اون نامعلوم بود مشخصات پسر سی ساله به تمامی پاسگاه ها مخابره شد و منتظر موندیم تا شاید خبری از اون به دست بیاریم. چند روزی از ماجرا میگذشت. هنوز ردی از مرد گم شده به دست نیومده بود و تحقیقات ما برای یافتن سرنخی از اون ادامه داشت. هر روز که میگذشت این احتمال که مرد جوان قربانی انتقامجویی شده باشه قوت میگرفت. تا اینکه یه روز که تو خیابون در حال گشت زنی بودم به خود سیمرغ قرمز رنگی مشکوک شدم. رفتار سرنشینای خودرو که دو مرد جوان بودن مشکوک به نظر می رسید. دستور ایست داده شد. اما سرنشینای خودرو به محض اینکه متوجه ما شدن اقدام به فرار کردن. از همون زمان تعقیب و گریز شروع شد. راننده مرغ با سرعت زیادی قصد فرار داشت و من ماجرا را از طریق بیسیم به مرکز اطلاع دادم و به تعقیب خودروی قرمز رنگ ادامه دادیم تا اینکه پس از طی مسافتی موفق شدیم خودروی سیمرغ و تو کوچه بنبست متوقفش کنیم سرنشینای خودرو بازداشت شدن و شروع به بازرسی داخل ماشین کردیم تو این بازرسی 25 کیلو تریاک که به طرز ماهرانه ای داخل خودرو جاسازی شده بود رو کشف کردیم وجود 25 کیلو مواد مخدر دلیل فرار دو مرد جوان بود. تحقیقات از دو مرد جوان که محمد و عبدالرحمن نام داشتن آغاز شد. اونا که چاره ای جز بیان حقیقت نداشتن به حمل مواد مخدر اعتراف کردن و یکی از اونا در تحقیقات گفت جنسا برای پسری به نام فرامرزه. مدتیه که با اون کار میکنیم. امروز این مواد رو به ما داد تا به یکی از مشتریاش تحویل بدیم. که شما به ما مشکوک شدید و اجرای نقشه انتقال مواد ناموفق موند. با توجه به صورت دو پسر جوان، بررسی ها برای دستگیری فرامرز صورت گرفت. فرامرز تو کار خرید و فروش مواد مخدر بود و از اونجایی که احتمال می رفت به زودی از ماجرای دستگیری هم دستاش با خبر شده و اقدام به فرار کنه، بلا فاصله نشونی محل زندگیش رو گرفتیم و برای دستگیری اون وارد عمل شدیم. در نهایت این مرد در یک عملیات ضربتی دستگیر شد و پس از انتقال اون به پاسگاه بازجویی از وی شروع شد. فرامرز اولش منکر خرید و فروش مواد مخدر بود. اما زمانی که با محمد و عبدالرحمن مواجه شد، به ناچار به همه چیز اعتراف کرد. از اون در خصوص اینکه مواد رو از چه کسی خریده و قصد فروش اون به چه کسی رو داشته پرسیدم. فرامرز میدونست که جرمش سنگینه و گفت مواد رو از مردی افغان گرفتم که ساکن اینجا نیست. اون تو یکی از شهرستانهای اطراف زندگی میکنه. آدرس مرد افغان رو که فرامرز ادعا میکرد کرد مواد رو از اون خریداری کرده پرسیدم و متهم جوون پاسخ داد من آدرسی از اون ندارم. خودتون بهتر میدونید که افغانها آدرس درستی ندارن مخصوصا فردی که تو کار خرید و فروش مواد باشه. اصحارات فرامرز پر بود از تناقضگویی و سعی داشت با اظهارات دروغین مسیر تحقیقات رو تغییر بده. در حالی که پسر جوان مدعی بود مواد رو از فردی افغان گرفته که آدرسی از اون نداره، ما با هماهنگی قاضی پرونده راهی خونه وی شدیم تا شاید در اونجا مواد بیشتری پیدا کنیم. هرچند در بازرسی از خونه فرامرز مواد بیشتری به دست نیومد اما در اونجا اسناد و مدارکی به دست آوردیم که متعلق به مهتی پسری بود که حدود یک ماه قبلتر ناپدید شده بود. اسناد ملکی که به نام مهدی و فرامرز بود و حکایت از شراکت و دوستی اونا داشت. دیدن مدارکی به نام مهدی جرقی رو در ذهن من زد و حد زدم که شاید فرامرز اونو به قتل رسونده تا اموالی رو که با هم شریک بودن بالا بکشه. با این احتمال بازجویی از فرامرز رو از سر گرفتیم. مرد جوان ابتدا منکر ماجرا بود و می گفت فردی به اسم مهدی رو نمیشناسه اما زمانی که با مدارک و شواهدی که در دست داشتیم روبرو شد به قتل مهدی اعتراف کرد و گفت من و مهدی هر دومون تو کار خرید و فروش مواد مخدر بودیم. دوستای خوبی بودیم و چندین بار به خاطر حمله مواد بازداشت شده بودیم. اما از اونجایی که مواد زیاد نبود موفق شده بودیم از زندان زود آزاد بشیم. تجارت ما ادامه داشت تا اینکه یه بار بزرگ مواد با قیمت مناسب به پستمون خورد. با اینکه قیمت مواد مخدر خیلی مناسب بود اما به دلیل وزن بالاش و از اونجایی که من پول زیادی نداشتم نمیتونستم تو این تجارت پرسود وارد بشم. مهدی که تمایل منو دید پیشنهادی داد که صد درصد به نفع من بود. کل پول مواد مخدر رو مهدی داد و قرار شد من به اندازه سهمم به اون چک بدم. چه دادم و مواد خریداری شد. بعد از اون شروع به فروش مواد کردیم و سود خیلی خوبی هم به دست آوردیم. با پولایی که از فروش این محموله به دست آوردیم، چند ملک خریدیم و تصمیم داشتیم که به تجارتمون ادامه بدیم. اما وسوسه پول و اینکه باید راهی برای فرار از پرداخت طلب مهدی پیدا کنم، باعث شد که نقشه قتل اونو بکشم. تصور میکردم این نقشه نه تنها باعث شد که من پولی به مهدی پرداخت نکنم، بلکه اموال زیادی که اون داشتم از آن من میشد. به این ترتیب نقشه کشیدم که مهدی رو با اطراف یکی از روستاها ببرم و به قتل برسونم. روز حادثه به بهونه شکار مهدی رو از خونه بیرون کشیدم. با هم به یکی از روستاهای اطراف رفتیم. مهدی بی خبر از سرنوشت شومی که در انتظارش بود از ایده هاش می گفته این و اینکه باز میتونیم مواد با قیمت مناسب بخریم و اونا رو بعد از مدتی با دو برابر قیمت بفروشیم. از ملکایی میگفت که با هم سهیم هستیم و خلاصه از آرزوها و خواسته هاش میگفت. همون موقع دستم روی ماشه رفت و بعد صدای شلیک گلوله و سکوت مطلقی بود که برای لحظاتی تو فضا حک فرما شد. مهدی با چشمای متحیر و نیمه باز منو نگاه می کرد. چشمایی که پر بود از سال. اون هیچ وقت تصورشو نمی کرد که همدستش کسی که رفیق گرمابه و گلستانش بود نقشه قتلشو کشیده باشه. شلیک اونقدر سریع بود که حتی فرصت نکرد التماسم کنه. بعد از قتل اون، باید جسد و از بین می بردم تا هرگز اون پیدا نشه. پیدا شدن اون مساوی بود با برملا شدن راز این جنایت. چرا که پلیس به دنبال قاتل اون میگشت و نهایتا دست من رو می شد. اما اگر جسد هرگز پیدا نمی شد، بعد از مدتی اون فراموش می شد و کسی هم به من مشکوک نمی شد. چرا که هیچ کدوم از اعضای خانواده مهدی از ماجرای تجارت و شراکت ما خبر نداشتن. به همین دلیل گودالی کندم. بعد از کندن گودال جسد و داخل اون گذاشتم و روی اون خاک ریختم. بعد از اون به خونه برگشتم و شروع کردم به فروش مابقی موادی که باقی مونده بود. به اینجا که رسید فرامر سکوت کرد. اون هرگز تصورش نمی کرد دستگیر بشه. اما حالا و کمتر از دو ماه بعد از جنایت داشت به قتل دوستش اعتراف می کرد. با اعتراف متهم سراغ جسد رفتیم. جنازه زیر خروارها خاک در حوالی روستایی اطراف کرمان کشف شد و مرد جنایتکار به اتهام قتل به زندان افتاد تا در دادگاه محاکمه بشه. حکمی که بدون شک اعدام بود. برای بررسی اسرار جنایات وحشیانه و عجیب برادران میرلوهی در گلپایگان بهتون پیشنهاد میکنم حتما این برنامه رو ببینید ما همیشه منتظر شنیدن نظرات خوب شما عزیزان هستیم براتون آرزوی سلامتی و سربلندی رو دارم پیروز و شاد باشید